دوستان عزیز مرداد و نوبان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. سومین آزمون از برنامه مرور دیما نیمه اول مثلثات، امروز چهارشنبه 21 دیما. نیمه اول مثلثات یعنی کل مثلثات، حواشیش نیست، حواشیش میشه تو آزمون چهارمتون که حالت جامع پیدا میکنه. اول دو تا تست مقدماتی از این به حرکت رو مسیرهای دایره‌ای و بالاخص اون فرمول مسافت طی شده رو محیط دایره میشه آر ضرب در تتا، تتا بر حسب رادیان، یادمون نره اینا رو. دو تا سوال ازش گذاشتیم، میگم هیچ وقت تو گنگون نیومده، ولی به هر حال همیشه این دغدغه رو داریم که حالا یه وقتی دی اومد دیگه. آقا دو دایره هم مرکز به شعاعهای 4 و 6 داریم، یه زاویه 2π3 که پی هم خودش گفته قرار 3 بگیریم، پس با 3 میره، یعنی با اجازهتون میشه زاویه دورادیان است. خب چی میخواد ازم؟ محیط ناحیه یا هاشور خورده. بچه ها ناحیه هاشور خورده محدود شده به این قسمت، که خب این که خیلی ساده است، این در واقع اختلاف شعاهای دوتا دایره است دیگه، 6 منهای 4 میشه 2. این قسمت که دقیقا همونه، این قسمت که میشه مسافت طی شده رو دایره کوچیکه، آلفا ضرب در آر، 2 ضرب در آر یعنی 2 ضرب در 4، و اینی که عین همینه مونتا تو دایره بزرگتر است. ببین تتاش یا حالا چون هم آلفاش همین 2 است، اما 2 ضرب در 6 خواهد بود. بنابراین محیط ما یه 12 تا یه 8 تا دورشه دیگه، محیط یعنی دور میشه 20 تا، یه 2 تا یه 2 تا میشه 24 تا، و گزینه 1 درسته. بریم مقایسه ی حرکت روی دو مسیر دایره‌ای. بچه یادتون باشه میگفتیم شعاع بزرگه هر نسبتی از کوچیکه باشه، مثلا این 2 برابر اون باشه، مثلا که حالا تقریبا هم هست، 2 یه کوچولوه، اون وقت میگفتیم کوچیکه هم باید به اندازه 2 برابر بزرگه دوران کنه تا این عقب افتادگی جبران بشه. بچه من بزرگه 9/4 برابر کوچیکه است، پس هر قدر بزرگه به چرخه که میگه 40 تا میچرخه، کوچیکه 9/4 برابرش، تموم شد میشه 10 ضرب در 9، 90. 90 هم که گزینه 1. سوال بعدی راجع به مینیموم و ماکسیموم توابع مثلثاتی، البته روی زوایای محدود، که تجربی 401 هم سوال بود. حاجی جان اگه خاطرتون باشه دو جور میشد اینا رو حل کرد، یا می اومدیم مسیر رو دقیقا رو دایره نشون میدادیم، 7π6 هم بچه پی به اضافه π6 یعنی در امتداد همینه دقیقا، خب و حدود سینوس رو پیدا میکردیم، بعد از اونجا حدود اون امر رو پیدا میکردیم، یا یادتون باشه 401 رو چند قشنگ زدیم، فکرم 10 ثانیه زدیم. میتونیم وقتی مدل اینه مثلا یه جوری پرسیده که محدوده یه بازه، یا گزینه ها میذاشتین حاجی مثلا 5، این دوتا دارن این دوتا ندارن، آقا ام 5 رو تست میکنم، ام اگر 5 باشه این کلا میشه 1، برو ببین سینوس میتونه 1 بشه تو این محدوده. بچه سینوس این بالا میتونه؟ آره میتونه تو مسیرمونه، آره آره میشه، پس ام 5 خوبه، رد. حالا بین این دوتا، این 1 داره این نداره، آقا این دفعه ام 1 رو بذار، این دفعه سینوس باید -1 شه، تو این مسیر سینوس میتونه -1 شه؟ -1 اینجا میشه که حاجی جان، نه خیلی نمیتونه، پس ام 1 بده، پس این رد میشه. چند ثانیه شد خدا وکیلی. آقا از بعدی رسما وارد مثلثات جدیمون میشیم، یه فریبرزی، دو فریبرزی، بیزاوی، باز بیا یه فریبرزیه، بیزاوی هم هست، چای ایوبیوسی زوایای دلخواه، فقط مواظب باشین چون قائم الزاویه است، یکی از ایوبیوسی باید 90 باشه و اون دوتای دیگر هم جوری بدید که مجموع زوایای داخلی 180 بشه، یعنی چون یکی 90ه اون دوتای دیگر هم رو هم باید 90 باشه، مثلا 30 و 60 باشن، 45 و 45 باشن، مرض داشتیم مثلا 10 و 80 باشن، 18 و 72 باشن، چه میدونم، یه شرط کوچولویی داریم. آقا مثلا شما فرض کنید قائم الزاویه، چون نگفته یعنی میل خودمونه، در رأس آ باشه، پس آ باشه 90، بعد جمع بی و سی هم باید بشه 90، 45 و 45 مثلا،
دوست دارم. این میشه یک، رادیکال دو دوم به توان دو، رادیکال دو دوم به توان دو، صفر، دوباره رادیکال دو دوم به توان دو، رادیکال دو دوم دو به یک میشه دو. گزینه دو درست. بریم یک فریبرزی های بازاویه. حاجی جان چند حالت داشت؟ یا زوایا زیبا بودند، زیبای رادیانی، زیبای درجی، همه چی برات گذاشتم. یا زوایا زیبا نبودن، ارتباط زیبا بین زوایا داشتیم از حیث مکمل و متمم که میشه این دوتا تست. یا ارتباط بین زوایا زیبا نبود، ارتباط بین نسبت ها زیبا بود که میشه این ستا تست. یا زیبای آریان حیدری بود که میشه این دوتا تست. چقدر زیبا، چقدر همه چی زیبا، مرتب، منظم، جوری که جزوه تو ذهنمون طبقه با همون ترتیب. به خدا منم میتونستم همجوری یه پلی بزنم آقا، یه انتر بزنم بگم آزمون تولید کن. نشستم انتخاب کردم، ساختم، مرتب کردم، به خدا وقت گذاشتم. میگم که تو هم برای خودت وقت بذاری. حاجی جان همینایی که هست رو حساب میکنیم. اجازه بدید من اول تکلیف منفی ها رو معلوم کنم. کوسینوس که منفی خاره بچه، هیچی. اونور کوتانژانت حفره‌دار منفی عبور میده، اینو مثبت میکنم، منفی میاد پشت، این منفی مثبت میشه. خب آقا جان من، بیس پی سوم کوسینوس یه دوم، بیس پی ششم سینوس یه دوم، یادت انشالله تعالی، بیس پی چهارم تانژانت یک، بیس پی سوم کوتانژانت رادیکال سه سوم. بچه من مواظبم باشید اینا با هم ساده نشه، که نمیشه. قرار بود اگر میشه اول ساده بکنیم بعد بیایم حالا حرفامونو بزنیم. حاجی جان من دقت، 25 تا 60 تا ببینیم کجای دایره میشینه. 60 بازیش این بود هر 6 تا یه دور کامل بود، 12 18 24 تاش میاد سر جای اول، 24 تاش. پس 25می میفته رو به اول، کوسینوس مثبته، 26مش میفته رو به دوم، 27می میفته رو پی، گوشه سمت چپ دایره، 3 تا 60 و 180 تا، 28می هم اینجا داریم، ربع سوم کوتانژانت مثبت. چقدر زیبا. 30 درجه، 31 30 درجه، 30 درجه هر 12 تاش یه دور کامل، دوره 24 تاش یه دور کامل، یه نصف 6 تا بری 30 تاش میاد این گوشه، 31می میره ربع 3، چون ربع 3 سینوس منفی. پی چهارم 21 تاش، بچه 45 هر 8 تاش یه دور کامل بود، پس دوباره 16 تاش یه دور کامله، نصفش 4 تا دیگه بری 20 تا، نیم دایره رو طی میکنی، 21می میره رو به سوم و تانژانت مثبت. تموم شد. حاصل ضرب اینا در هم منهای 1/4، اونا هم که مثبت به اضافه یه رادیکال 3 سوم، یه مخرج مشترک 12 میده، منهای 3 به اضافه 4 رادیکال 3. اینه با اجازت گزینه 4 درسته. بریم معروف درجه ای. چرا اینا معروف های درجه ای هن؟ چون 510 360 دو دورریز داره، میمونه 150، 150 رو 180 منهای 3 بنویسیم میشه سینوس 3 میشه یه دوم. تموم شد. 240 رو حالا میخوای با 180 بگی، میخوای با 270، هر چی دوست داری. مثلا میگیرم 270 منهای 30 میشه منهای سینوس 30، یه منها پشتش به اضافه سینوس 30، دوباره میشه به اضافه یه دوم دیگه. بچه بعد این همه مدت توقع دارم این سرعت من رو بپذیرید، با این سرعت دارم میرم. منهای 690، اولا منها بیاد بیرون، 690 720 تا ازش دور میریزم میمونه منفی 30، دوباره منفی بیاد بیرون میشه سینوس 30، دوباره میشه یه دوم. 300 360 تا ازش دور میریزم منفی 60، منفی رو میخوره کوسینوس 60 یا همون سینوس 30، دوباره یه دوم، کلا میشه یک. گزینه 3 درسته. سوال 7 یه FXی داده، مجموع اینا رو میخواد. فکر کنم خیلی تابلو دیگه. بچه یک بذارید پی هفتم یعنی کوسینوس پی هفتم، دو بذارید کوسینوس دو پی هفتم، سه پی هفتم، چهار پی هفتم، پنج پی هفتم، تا کوسینوس شیش پی هفتم، یه هفتم بذاری میشه کوسینوس هفت پی هفتم یعنی کوسینوس پی. حاجی جان اینو بذاریم کنار که معروفه و منفیه، که اینا دیگه زوایای زیبایی نیستند، پس از زوایای زیبا بگذارید.
آپشن بعدی ارتباط زیبا بین زوایاست. معلومه که خیلی ارتباط زیبایی دارن. اولی و آخری رو نگاه کنی مکمل همن. زوایای مکمل هم سینوسای مساوی داشتن ولی کوسینوسای قرینه. پس اینا تو جمع با هم میره. همونطور که 2π 7 و 5π 7، همونطور که 3π 7 و 4π 7، همه با هم صفر میشه. نزنی صفر را، یه منفی یک اون تداریم. گزینه 2 درست. خب سوال 8 که به نظرم جز خوبای این آزمون بود. بچه صورت رو نگاه کنید، فعلا به نظر میاد درگیر معروفات یعنی زیباهای درجه ایم. احتمالا اینا زوایای زیبا باید باشن. حالا بریم ببینیم چی میشه. 200 رو بیارم رو به اول، با 180 میشه، با 270 میشه. چون دید خاصی ندارم ترجیح میدم با 180 بگیرم که سینوس سینوس بماند. بچه میشه منهای سینوس 20 فعلا. پس همچیز زیبا هم نشد. 290 با 180 میشه، با 270 میشه، با 360 هم میشه. چون ترجیح میدم جنس عوض شه، با 270 میگیرم. دقیقا میشه مثبت سینوس 20. دقت کنید رو به چهارم کوسینوس مثبت، مثبت سینوس 20. پس اتفاقی بدی نیفتاد تا همینجا، این دو تا با هم رفتن هیچی. خب این یکی. 340 رو 360 منهای 20 می نویسم که سینوس بماند. 360 هم دور می ریزم، منها رو می کشم بیرون، با منهای پشتش مثبت، دوباره میشه مثبت سینوس 20. اون تا 430 360 تا دور ریز داره، میمونه 70، کوسینوس 70. من میگم دیگه، چون البته در واقع میشه همون ارتباط زیبا دیگه، کوسینوس 70 با 20 میشه 90، میشه همون سینوس 20. یه جورایی شد همون در واقع ارتباط زیبا بین زوایا. ولی دیگه چون خیلی آسون بودم رو هوا گفتم کوسینوس 70 سینوس 20. خب مخرج قشنگ، مخرج قشنگ. بچه تو الان صورت که خیلی آسون شد دیگه، دو تا سینوس 20. اگر میگم جز خوبای این آزمون بوده به خاطر مخرجش میگم. بچه احتمالا توقع داشته باشید تو مخرج ارتباط زیبا بین زوایا ببینید، یعنی 10π9 و 11π18 حالا یا مکمل باشد یا متمم باشد. بذار جمعشون کنیم، جمع این دوتا با مخرج مشترک 18 20π18 و 11 میشه 31π18. هیچ کوفتی نشد، یعنی نه مکمل شد نه متمم. یه کار باحال لازم داشت این سوال. اینجاشه که میگم قشنگه. شاید مثلا جز معدود تستای آموزشی این آزمونه. یه چیزی هم توش یاد میگیریم به جز این که حالا چیزایی که قبلا یاد گرفتیم و بعد پس بدیم. بچه یه آپشنی که وجود داره، مگه منفی رو نمیتونید ببرید تو؟ بیا زوایا رو 10π9 و منفی 11π18 ببین. حالا با هم جمع کنیم، 20π18 با منهای 11، آها شد 9π18. پی دوم متممه هم، بابا متممه هم. پس کوسینوس این همون سینوس اونه، یا سینوس اون همین کوسینوس اینه. یعنی با اجازتون من جای این سینوس همون کوسینوس 10π9 می نویسم. پس مخرجم هم شد 2 تا کوسینوس 10π9. فعلا صورت هم شده 2 تا سینوس 20، درسته؟ مخرجم شده 2 تا کوسینوس 10π9. دوارم خب بزنیم طبیعتا. حاجی این تکلیفش چیه؟ بچه این الان از این بزرگاست، اگه موافقید بنویسیمش پی به اضافه پی نهم، و بعدش هم میشه منفی کوسینوس پی نهم. اشکالی که نداره، دوش هم که رفته، یعنی منفی کوسینوس 20. سینوس 20 بالا، کوسینوس 20 پایین، یه منفی پشتش، تانژانت 20 یه منفی پشتش. گزینه 2 درسته. من میگم جز خوبای آزمون بود، یعنی هم تست 8 به نظر من، و نه واقعا تا اینجا فقط تست 8، واقعا تست جنجالیه این آزمون بود. بریم سراغ ارتباط زیبا بین نسبت ها. اگه خاطرتون باشه میگفتیم وقتی
زاویه ثابت باشه، نسبت ها هی متفاوت باشند، به ارتباط زیبا بین نسبت ها بیاندیشید. میخوای اینو یادآوری کنم؟ اگه خاطرتون باشه میگفتیم زاویه یکسان، نسبت ثابت، زوایا هی در حال تغییر باشن، احتمالا پای ارتباط زیبا بین زوایا وسط. اما اگه زاویه تک زاویه باشه، نسبت ها متفاوت، احتمالا پای ارتباط زیبا بین نسبت ها وسطه. که بچه این دیگه خیلی تابلوه، یعنی چند هزار بار و بعد جالبه بازم تو کنکور میاد. یک دوم سینوس دو آلفا، یه دوم نگه دارید، دوباره حالا این دوتا، یک دوم سینوس چار آلفا، دوباره یه دوم نگه دارید، حالا این دوتا، یک دوم سینوس هش آلفا. حاجی جان پس کلهم آنچه داریم یک هشتم سینوس هشت آلفاست، ساده شده ی بازی ما. خب که اگه توش 3.75 بذاریم، 8 تا 3.75، 8 تا 3 میشه 24 تا، 8 تا 7.5 میشه مثل 4 تا 1.5 میشه 6. بابا 24 و اینا شده دیدی، باید 30 بشه که معروف شه دیگه، میشه 30. سینوس 30 دوم، یک هشتم هم پشتش، خب میشه 1.16. گزینه 2 درسته. یه سوال خیلی ساده ولی میکس باحال با ترکیب توابه. بچه مگه نباید کوسینوس پی هشتم اول به این بدین؟ خب بذارین اونجا میشه 2 کوسینوس 2 لعنتی اصلا لفظ و نگاه، 2 کوسینوس 2 آلفا منهای 1، بگو رو هوا دیگه، میشه کوسینوس 2 آلفا. والا نه؟ کوسینوس پی چهارم، حالا کوسینوس پی چهارم رو دوباره بده. خب دفعه بعدی میشه 2 کوسینوس 2 پی چهارم منهای، خب دوباره میشه کوسینوس 2 آلفا کوسینوس پی 2 0. ها؟ تمومه؟ 2 کوسینوس 2 منهای 1 میشه کوسینوس 2 آلفا، اونوریش 1 منهای 2 سینوس 2 اونم میشه کوسینوس 2 آلفا. سوال بعدی 11، باز به نظر من جز خوبای آزمون بود، کار باحالی کردیم تو 11. ببینید بچه ها، قسمت اول رو یه فریب ورزی بازداویه دادیم و ارتباط زیبا بین نسبت ها، که این باز باید خیلی براتون آشنا باشه. قسمت دوم رو چیکار کردیم؟ میبینی با فرض تانژانت 15 مساوی فلان حاصل این کد، این یادتون میاد این مال دو فریب ورزی ها بود، خیلی هم تیپ معروف و پرتکراری تو کنکور بود که میگفتم تانژان کوتانژانت میده، یه مش سینوس کوسینوس تو صورت و مخرج ازتون میپرسه، و خوراک اسفور آریان استراتژی 4 یادمونه. یه کس بدن یه کس بخوان اجزای تشکیل دهنده یکی باشه، گفتیم این مجازی حمید خیرآبادی خیلی حال میداد، خیلی حال میداد. بیا آقا فعلا قسمت اول تا اینجا خوشگلش کنیم، یه سینوس کوسینوس فاکتور میگیریم، میمونه کوسینوس 4 منهای سینوس 4، درسته؟ آقا یک دوم سینوس 2x حاجی جان خیلی معروف بود، کوسینوس دو منهای سینوس دو، کوسینوس دو به اضافه سینوس دو، سگ یک، هیچی، عین کوسینوس دو منهای سینوس دو، یعنی کوسینوس دو آلفا. و دوباره سینوس دو ایکس کوسینوس دو ایکس، یک دوم سینوس چار ایکس، یه دوم پشتش، یک چهارم سینوس چار ایکس. این ساده شده یه اولی. قرار آخرش توش پی بیت چهارم بذاری، 4 تا π/4 میشه پی ششم، سینوسش 1/2، یه 4 پشتش میشه 1/8. با اجازهتون اون چیزی که اسمش رو آ گذاشته اینها شد 1/8. آره منطقیه دیگه، اون 8 هم گذاشته که با مخرج بره. بریم سراغ بی. میگه اگر تانژانت 15 28 صدمه این چی میشه؟ بچه یادتونه 15 رو میکشیدیم بیرون، میگفتیم آقا سعی کنید 15 درجه ایجاد کنید. با 270 بری 15 درجه ایجاد میشه، جنس عوض میشه، ربع چهارم هم هست، کوسینوس مثبت. با 270 بری دوباره 15 تشکیل میشه، میشه منهای کوسینوس 15، ولی منها پشتش داره، میشه به اضافه کوسینوس 15. 360 دور ریز داره، میمونه 165،
با 180 برید میشه مثبت سینوس 15 دوباره. با 90 برید میشه مثبت کوسینوس 15 ولی یه منفی پشتش داره، منهای کوسینوس. آقا اینو میخوام در شرایطی که میدانم سینوس 15 به کوسینوس 15 28 صدم است. حالا به یه چهارم بزنیم 7 25 است. حمیده چی میگفت؟ میگفت سینوسات 7 تموم شد، کوسینوسات 25 تموم شد. مجازن بالا میشه 32، پایین میشه منهای 18. به یه دو هم بزنیم منهای 16 نهم. حاجی اون چیزی هم که اسمشو بیگذاش منهای 16 نهم. خب عزیزم این یک میشه، اینا هم نوها میره، منفی ها میره، میشه 16 میشه 1 و 16 میشه 17 میشه. گزینه 4 درسته. پس تا اینجا زوایای زیبا دیدید، ارتباط زیبا بین زوایا دیدید، ارتباط زیبا بین نسبت ها دیدید. بریم سراغ تست هایی که هیچ کدوم نیست یا حداقل در توان ما نیست که متوجه این موضوع بشیم. خب بقیه طفلی ها مجبورن که متوجه بشن، چاره ای ندارن و رو همین حساب هم پارن، اما ما که نکه که، ما که نکه که. آقا آریان در یه ستایل اینا رو حساب میکنیم. بیا اینجا سینوس 10 15 صدم، درسته؟ دوتا 5 درجه از صفر بیشتر، دوتا 8 صدم، 16 صدم، 15. کوسینوس 20 سینوس 70 95 صدم، حالا تقریبا یک دیگه. کوسینوس 40 سینوس 58 دهم، تمام شد. سینوس 55 درجه 45 بیشتر، 800 از 7 بیشتر، 78 صدم. حفظ نیستیم ولی دیگه فکر کنم بتونیم سریع حساب کنیم. بچه این ستا در هم ضرب شن، خب این دوتا تو هم راحت تره، 15 تا 8 تا 120 هزار، یه 12 صدم. حالا 12 صدم ضرب در 95 صدم، یعنی تقریبا میشه همون 12 صدم دیگه، اون یکه دیگه تقریبا. بچه این میشه دیگه نصف 25 صدم، میشه 12 13 صدم. بله گزینه 2 درست. بیا سینوس 40 5 درجه 45 کم میشه 6 دهم. کوسینوس 40 سینوس 50 بالا داشتیم 8 دهم، اینم بالا داشتیم 15 صدم. کوسینوس 20 هم فکر کنم بالا داشتیم، سینوس 70 95، تمام شد. آقا 6 دهم به 1 و 8 دهم میشه 6 18 دهم، میشه 1/3. خب چرا که، چرا که نه، ضرب در 95 15 هم به 5 ساده کنیم میشه 19 3. پس جواب 19 9. 2 و 1 نمه، 2 خورده مرده، 2 تقریبا. بچه این دوتا واضحاً غلطه، سینوس کوسینوس که داداش تش 1 که، این ضریب 2 داره ولی خیلی کوچیکه، 2 تا 15 صدم دیگه داشت، مثلا میشه 3 دهم باز، ولی این چون میشه 2 تا سینوس 80 میشه 2 تا 99، 2 تا 1 میشه 2. گزینه 1 درست. بریم سراغ دو فریبرزی ها. دو فریبرزی، حالا دو فریبرزی تابلو رو بذارید کنار، واقعا بعید سوال بدن، حالا گرچه بعضی وقتا هم دادن، ولی خب ناتابلو ها اگه یادتون باشه خوب داشتیم، بد داشتیم، زشت داشتیم. خوب آلفا آلفایی بود و آلفا دو آلفایی که تو این آزمونتون میشد تستای 14 و 15، بد تو این آزمون میشد 16 17، زشت که نیاز به ساده کردن داشت میشد 18 19 20 21 22. یعنی به خدا بار اصلی هم گذاشتم رو زشتا، یعنی رو بدترین حالت ممکن. منتها خوب میدونید دیگه روش های آریان هیدری فقط برای تستای خودش. آقا سینوس و آلفا رو دادم، بچه این به شدت قابلیت ساده کردن داره. بیاین 6 میریزم دور، تانژانت پی به اضافه آلفا میشه همون تانژانت آلفا. 7 پی دوم، 6 پی دوم نمیتونم چون 3 پیه فرد پیه، 4 پی دوم میتونم حذف کنم، میمونه 3 پی دوم منهای آلفا، میشه منهای کوسینوس آلفا. یه سم پشتش داره منهای 3 تا کوسینوس آلفا. بریم مخرج، من باشم اینا رو جا به جا میکنم، 4 پی منهای آلفا، 4 پی رو دور میریزم میمونه منهای آلفا، کوسینوس منها رو میخوره میشه آلفا، کوسینوس آلفا. حتی میشه ساده تر کرد، به مخرج تک جمله ای
همیشه گفتم آقا من استقبال میکنم اگر تفکیک کس کنی. ببین دو تا تانژانت آلفا به کوسینوس آلفا منهای 3 تا کوسینوس آلفا به کوسینوس آلفا میشه منهای 3. بابا جان سینوس آلفا دارید، تانژانت آلفا و کوسینوس آلفا میخواید، آلفا آلفایی خوب محسوب میشه. یه مثلث همینجوری علکی رو هوا بکشیم بازی تمومه. حاجی جان این مثلث این آلفا مقابل به وتر دیگه فکر کنم فیثاغورسی معروفیه، ولی حالا یا فیثاغورس میزنید خلاصه اینجا میشه 12. لذا کوسینوس میشه 12/13، تانژانت هم میشه 5/12. میراید 5/12 یه دور در دور بزنیم، 5 تا 13 تا، یه دو هم پشتش، 2 5 13 نزدیک در نزدیکم 12 تا 12 تا منهای 3. خب اینجوری نوشتم که چیزی ساده میشه ببینم، میشه این پس میشه 65/72 منهای 3. یه مخرج مشترک 72 میده، چیزی هم ساده نمیشه، جوابم حتما منفیه. اجازه بدید رو هوا گزینه 2 رو بزنم، مخرج مشترک 72 و 65 منهای 3 تا 72 تا حتما جواب منفی خواهد بود. 15 تست جذابی که تو جزوه هم بود، خیلی هم تعریفشو کردیم، خیلی هم تعریف خودمونو کردیم، گفتیم آقا یارو به جای اینکه بیا تانژانت بده صحبت از معادله خط کرده. خیلی عالیه این سوال، بچه میدونید دیگه تو معادله خط شیب میشه تانژانت زاویه‌ای که یارو با جهت مثبت محور ایکس، یعنی الان شیب اون هرچی شد میشه تانژانت این زاویه که قطعا هم منفی در خواهد اومد، ولی مواظب باشید آلفا رو حاده گرفته اتفاقا مثبت میشه. حالا فعلا بریم یه کمی معادله خط ساده تر شه، میشه اینو آها خب این بره اونور میشه 5y مساویه، این بیاد اینور منهای x به اضافه 2، گرچه دیگه اونجاش برامون خیلی هم مهم نیست، به یه 5 ساده بکنیم میشود یه همچین چیزی. پس انشالله تعالی با خطی مواجهیم که شیبش منفی 1/5 است، یعنی تانژانت منفرجه منفی 1، پس تانژانت این 1/5. آقا تانژانت آلفا 1/5 چی میخوایم؟ سینوس 2 آلفا میخوایم. بچه تموم شد دیگه این بازی تموم شد، بازی جدید رو نگاه کنید، دو فریبرزی آلفا 2 آلفاییه باز هم خوب محسوب میشه و با نوشتن فرمول 2 آلفا و اون مثلث فرضی بازی به پایان خواهد رسید. حاجی جان از همه چیز برات سوال گذاشتم، همه چی فکر شده است، خوب آلفا آلفایی دیدی، خوب آلفا 2 آلفایی هم دیدی، چیزی مونده ندیده باشی تو این برنامه مرور؟ نه به خدا. حاجی جان این همان 2 sin آلفا کوسینوس آلفا است. بریم یا علی، مثلثی که اینجا آلفا 1/5، اینم رادیکال 26، پس میشه 2 تا 1 به رادیکال 26 و 5 به رادیکال 26 میشه 10/26 یا 5/13. 5/13 بریم سراغ بدا، بریم سراغ بدا، بریم سراغ بدا. حاجی جان، حاجی جان این با این خوبه؟ مثلا این که حالا ساده میشه، میشه منفی کوسینوس 2x، یعنی کوسینوس 2x منفی 3/5. این به جای این سادهش کردم، زاویه رو ببین 2x این ور ایکسه. حاجی اینا خوب نیست واقعا، اینا بد محسوب میشن، چون بد محسوب میشن دیگه مثلث همینجوری رو هوا نداریم، مثلث قشنگ نقالت رو در میاری میکشی، یا احتمالا خیلی هم احتمالش زیاده کمون که 401 هم بود یادت بیاد، خیلی احتمال زیادی داره که جز معروف جاتمون باشه، جز حفظی جاتمون باشه، که هستن هاجی
هستن آجی، بچه ای در اوریج باشی هستن آجی، تانژانت یارو دوه. 65 درجه دیگه. نه؟ ایکس به اضافه 22.5 شده 65. با اجازتون ایکس میشه 42.5. خب. ور میدارم میبرم میزانم اینجا. پس میشه 45 منهای 2 تا 42.5 85. 45 منهای 85 میشه منهای 40. منها میاد بیرون میشه منهای تانژانت 40. آقا منهای تانژانت 40 حساب کن تستو بزن. حالا یا سینوس 40 به کوسینوس 40 مینویسی که باز به همین عدد میرسی، یا من باشم میگم آقا 40 هم باشه 37، تانژانت 37 هم بلدم 3 4م یه منفی پشتش بفهم. اینجوریه بازی اینجا. اینجا بازی این شکلیه. آقا این یکی کوسینوس شده 35م، حالا منفیشو ولش کن. بابا معروفه دیگه 37 و 53 دیگه، کوسینوس بشه 35م 53 درجه بوده، ولی نگو 53 چون کوسینوس منفی شده، باید 53 رو ببریم تو یک ربعی که کوسینوس منفی است. خب میتونی ربع 2 ببری، میتونی ربع 3 ببری، یعنی مسئله میتونه دو تا جواب داشته باشه. آره گزینه هم ببین دو جوابیه. خب چه کاری، ما یکیشو میریم یکیشو بریم. من ربع 2 میبرم. آقا زاویه‌ام 180 منهای 5، میتونی میخوای ربع 3 ببر، 180 به اضافه 53. البته 2x 180 منهای 53، پس x تقسیم به 2 کنیم میشه 90 منهای 26.5. بچه من بذاریم تو فریبرز دوم. تانژانت 90 منهای 26.5 جنس عوض میشه، میشه کت 26.5. 26.5 هم که میگیریم 25، کت 90 منهای 26.5 دوباره جنس عوض میشه، تانژانت 26.5 تانژانت 25. ببخشید ببخشید، یه دومه، اینم که همون برعکس اون دو میشه 2.5. یه 2.5 باید باشه تو جوابا. وای من وای من، ما بی‌نظیریم ما بی‌نظیریم. خب آقا 5 تا سوال آخر رو همه رو از زشتا دادم. زشتا چه جوری بودن؟ باید یه نم ساده میکردی دیگه آقا، تک نسبتی نبودن. حالا این دوتا سوال اتفاقا خیلی هم شبیه همن فرضشون، ولی تو حکمشون حرفای جذابی براتون داشتم. اصلا میتونیم دوتا رو یه جا جلو ببریم، چون ببینیم بچه ها اینم این بره اونور این بیاد اینور، دقیقا مثل اون بالایی کت ایکس منهای تانژانت ایکس مساوی 3 میشه. حالا اونجا گفته مساویه مثلا 2 رادیکال 2 میشه. بچه یادتونه با حضور تانژان کوتانژان میگفتیم اگر میخوای ساده کنی سینوس کوسینوس باید بنویسی، چون واقعا چیز دیگه ای بلد نیستیم. بالایی رو من میرم، کوتانژانت میشه کوسینوس به سینوس، داشتیم تو جزوه ها، منهای تانژانت میشه سینوس به کوسینوس، یه مخرج مشترک سینوس ضرب در کوسینوس، بالا کوسینوس 2 منهای سینوس 2، صورت تابلو کوسینوس 2x، مخرجم 1/2 سینوس 2x، این میاد بالا میشه 2، کوسینوس به سینوس هم میشه کوتانژانت. حاجی جان شد تک نسبتی و خیالمون راحت شد. آقا این آدم دو تا کوتانژانت 2x دیگه، اجازه بدین اینجا هم همینو بگیم دیگه، این آدم دو تا کوتانژانت 2x. حالا تو سوال بالا این دو تا کوتانژانت 2x قراره بشه 2 رادیکال 2، اینجا قراره بشه 3. با اجازهتون از اینجا کت 2x در میاد رادیکال 2، از اینجا کت 2x در میاد 3/2. من فعلا فریبرز اول هر دو سوال رو تا جایی که میخورد زدم ساده کردم، اما فکر نکنید دو تا سوال اینه همه. بازی اینجا بازی جذاب و متفاوتی. ببین تو سوال 18 این همینجا تموم میشه سوال. اولا که الان که ساده شد مقایسه کن، این زاویه 2x، این هم 2 آلفا آلفاییه انگار، ولی یعنی مثلث همجوری الکی، ولی بچه نمیخواد دیگه، کوتانژانت اینه. خب لامصب تانژانت برعکسشه دیگه، برعکس رادیکال 2 میشه رادیکال 2. اما تو پایینی نگاه کن، کت 2x داری، سینوس حالا 2 آلفا بود ما x نوشتیم، کت 2 آلفا داری، سینوس 4 آلفا میخوای. بچه من این در واقع حکم
آلفا دو آلفایی داره دیگه، درسته؟ کوت آلفا رو دارید، سینوس دو آلفا رو میخواید، برمیگرده دوباره به انگار سوالای قبلی. مینویسم دو سینوس آلفا، کوسینوس آلفا، کوتم سه دوم شده، مجاور به مقابل اینم رادیکال 13، پس میشه دو تا دو به رادیکال 13 ضرب در 3 به رادیکال 13، پس بالا میشه 12، پایین میشه 13، 12 13، یعنی هر دوتاش هم گزینه 3 شد. دو تا سوالی که شروع مشترکی داشت اما پایان مندی های متفاوت و البته جذاب به اعتقاد من. خب باز از اونایی که باید ساده کنیم، خدایش خیلی شبیهش تو جزوه بود، قطعا یه طرف این وسط این خواهیم کرد، 3 تا کوسینوس آلفا به اضافه 3 تا سینوس آلفا مساوی 6 تا سینوس آلفا منهای 2 تا کوسینوس آلفا، سینوس ها برن یه طرف، 3 تا سینوس آلفا این بیادیم و 5 تا کوسینوس آلفا دوباره این بیاد مخرج این، پس تانژانت آلفا مساوی 5/0. این ساده شدش، این فریبرز اول، این فریبرز دوم. بابا دوباره خوبه، آلفا دو آلفایی شد دیگه. بچه من نگاه کنید دیگه، زشتا رو وقتی ساده میکنید آخرش یا خوب میشه، حالا آلفا 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 دو آلفا، یا بد میشه. به هر حال شما باید ساده کنید که ببینید تش چی میشه و عاقبتش به کجا خواهد انجامید. خب دیگه بابا خسته شدیم، این سوال قبل دیگه به خدا، اونم کوتانژانت بود، حالا این تانژانته. نه دیگه، 5 مقابل 3 مجاور رادیکال 34، 2 تا سینوس آلفا کوسینوس. بچه خدایی واقعا فکر میکنی از این سریع تر هستند موجوداتی که تست مثلثات در کره خاکی بزنن؟ من خیلی بعید میدونم، و انقدر ذهنشون قشنگ باشه، انقدر ذهنشون زیبا باشه، من بعید میدونم. 34 با 2 میره 17 پایین 15 بالا، گزینه 4 درست. خب این یکی باز باید سادهش بکنید. این دفعه زشتی گذاشتم که ساده میکنی بین خوب و بد این دفعه بد شه. تا حالا زشتایی که دیدی ساده میکردی خوب میشد، این دفعه میخواستم بد شه. بچه ساده کردنش تو رو خدا ذهنی بگیم، میره اون بر کوسینوس شامن، همین تو همین آزمون هم داشتیم، میشه کوسینوس دو آلفا، پس کوسینوس دو آلفا 1/3، این فرض، این حکم. حاجی اون ور دو آلفا، حالا دو ایکس بود، من عادت دارم آلفا می نویسم، این ور ایکس ده. خب این زشته دیگه حاجی جان، یا باید نقالتونو بذارید، یا اگه یادتونه من همه رو دو روشی حل کردم، اونایی که با نقال نمی شدم خاطرتون باشه، همه رو دو روشی رفتم که نگران نباشی. بچه خیلی تابلوه، کوسینوس دو ایکس، آخه اونجوری نگام نکنن، واقعا تابلوه. یعنی کوسینوس دو ایکس داری، کوسینوس ایکس میخوای، فرمولشو بلدی دیگه. آقا این یعنی دو کوسینوس دوی ایکس منهای یک، به خدا تو جزوه بود، چه بسا عددش هم همین بود، حالا اینجوری یادمه. این میره اون ور میشه 4/3، به دو تقسیم میشه میشه 2/3، از کوسینوس دوه میشه 2/3. حالا خود کوسینوس هم نمیخواد پیدا کنی، آقا کوسینوس 6 رو میخوای دیگه، همینو به توان 3 برسون که کوسینوس 2 بشه کوسینوس 6. خب این برش به توان 3 برسه میشه 8/27. بیا، درسته که زشت بود و درسته که بعد ساده کردن خوبم نشد، بد شد، میفهمی یعنی چی، ولی با فرمول تموم شد. اینم که آخرین حرفی که تو جزوه مثلثاتون بود، یادتونه تجربه 4-1 هم سوال دادن، مدل معروفه جمع و تفریق سینوس کوسینوس دارید، لطفا زارت به توان 2 برسونید. به توان 2 برسته یه سگ میده، یه دو برابر اولی در دومی میده، اونورم توان 2 دیگه. یکم دارم سریع انجام میدم و واقعا توقع دارم، و واقعا توقع دارم. این فرضتون. خب بریم حکم. سینوس 3/9 منهای 4/4 جنس منهای کوسینوس 4/4، اینم حکمتونه. بچه آلفا
دو الفایی شد. خوبه الفا دو الفایی شد. من جاتون باشم همینجا تمام. یه جورایی این سوال بالاست. اینجا کوسینوس دو الفا رو داشتی، کوسینوس الفا رو میخواستی. حالا فکر کن برعکسشه. کوسینوس آلفا رو داری یا سینوس آلفا رو داری فرق نمیکنه، کوسینوس دو آلفا رو میخوای. بچه ها میشه منهای یک منهای دو سینوس دوی آلفا، قبوله؟ یعنی باز کار به مثلث نکشید، یک منهای دو تا سینوس آلفا، حالا با این نامگذاری جدیدمون منفی 8/9 بود به توان 2. خلق میشه مثبت 64 81 دو برابر میشه، میشه 128 81. بذاریم منفی هرم ببریم تو، میشه منهای یک به اضافه، حساب کردم دو برابرشو دیگه، 128 81. یه مخرج مشترکه 81 انشالله تعالی بگیرید، 19 تا این ور 28 تا اون ور، 47 81 و گزینه 1 درست خواهد شد. پس همه چی دیدید، قبول کنید که همه چی دیدید، هر آنچه که باید مرور میشد را دیدید. ایشالله همین فرمون بچه من، خدا نکنه که بریم جلو افت من ببینم تو برنامه مرور و نکنه ببرید، نکنه خسته شید. خب پس بعد 4 ماه دیگه چی؟ شما از پروژه کنکورتون چقدر؟ 6 ماه دیگه مونده ها؟ نه 5 ماه دیگه مونده. ایشالله همینجوری پرقدرت ادامه بدید. آزمون جامع مثلث روز شنبه 24 در خدمتتون خواهیم بود با آرزوی بهترین ها.